خواهرای ما باید بدانند که اینا مادرای مسلمان هستند و جایگاهشان چنان بلند است که جنت رفتن هم تعلق به اینا خواهد داشت. امام ترمذی و امام مسلم از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکن: من آل جاریتین حتی تبلغا جا ایوم القیامه انا و هو کهاتین. کسی که دو دختر را تربیتش بکند، بزرگش بکنه، سالم تربیتش بکنه، در روز قیامت ما و او انت یک جا می آید. فاصله در بین دو انگشت و یا ای بلندی و پخشی در بین دو انگشت. اما نزدیک هستیم. پس کسی جنت را هم می خواهد، تربیت سالم دخترای خود را به عهده بگیره، اونا را درست تربیت بکنه، خودشان نداشته باشه، خواهرزاده هایشان، برادرزاده هایشان، ایتام را تربیه سالم بکنه تا جنت را خداوند متعال نصیبشان بکند. دفاع از زن در حدیث که رسول ما صلی الله علیه و سلم تعبیر میکند که من قتل دون اهله فهو شهید، کسی که در حمایت از ناموس خود کشته می شود او در جنت می رود، او شهید است. در حمایت از زن، در حمایت از ناموسش کشته می شود، پیغمبر میگه فهو شهید، او کسی است که شهید است. جایگاه زن، کسی که رابطیشون را در خانه خراب میکنه، نمامت و شیطانی را در خانه ایجاد میکنه که رابطه یک زن با شوهرش خراب شود و این را تخریب بکنه، رسول ما صلی الله علیه و سلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها، از ما نیست کسی که رابطه زن را با شوهرش خراب میکند، از ما نیست، ولو که لا اله الا الله بگوید، ولو که نماز بخوانه، ولو که روزه بگیرد. پس چرا این در حقیقت دفاع است از زنی که در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم شیطانت کسی بکند و رابطش با شوهر کسی خراب بکند. انفاق در ذاتش بسیار خوب چیز است، باید انفاق در راه خدا بکنیم، از مواصفات مسلمان امی است، ولی کدام جای زیاد ثواب دارد؟ در کجا خیر بکنیم زیاد ثواب میگیریم؟ امام مسلم از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه: دینارن انفقته فی سبیل الله، یک دیناری که تو را انفاق بکنی در راه خداوند متعال، و دینارن انفقته فی رقبت، و دینار پولی که تو انفاق بکنی در آزادی گردنها، و دینارن تصدقت به علی مسکین، پولی که تو خرچش بکنی با مردم بینوا و مسکین، و دینارن انفقت علی اهلک، و پولی که تو انفاقش میکنی بر خانوادت، بر همسرت، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، و پولی که تو به خانمت مصرف میکنی نسبت به هر پولی سیگانه قبلی ثوابش بیشترتر است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. پولی که تو او را انفاق بکنی در آزادی گردن، پولی که تو انفاقش بکنی در راه خدا، در مساجد و در مساکین و در جهاد، پولی که تو انفاقش بکنی به مساکین، پولی که ما انفاقش میکنی بر خانوادید، بخاطر خدا و رضای خدا که خانمت اطمینان پیدا بکنن، ثوابش بیشتر است نسبت به پولی گذاشته. پس این در حقیقت دفاع است، این در حقیقت تشویق است، این در حقیقت احترام گذاشتن به مقام زن است که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید. ارگاه یک زن به صفات دین تربیت شود، یعنی به این معنا که حجاب خود را رعایت بکنه، پروردگار خود را اطاعت بکنه، از شریعت اطاعت بکنه و پروردگار خود را بشناسد و به او سجده بگذارد و به نمازهایشان مواظبت بکنه، امر بالمعروف بکنه، نهی از منکر بکنه، تربیه اولاد خود را به شکل درست او را به عهده بگیرد، احترام شوهر خود را بکند، هویت خانوادگی خود را نگاه بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از او تعبیر میکند. یک تعبیر از حدیث رسول الله داریم که جنت 8 دروازه دارد، هر دروازهش اتو نام دارد و طور مثال یک دروازهش نامش ریان است که از او دروازه روزدارا داخل میشود، یک دروازش از جهاد است، یک دروازش از نماز است، اما تو دروازه به عبادت های عمده تعلق می گیرد و مسلمان ها از او دروازه داخل جنت می شود.